منابع محلی در استانهای پکتیا و خوست در جنوب افغانستان میگویند که در درگیری‌ها میان نظامیان پاکستانی و طالبان در مناطق مرزی این استانها پس از 5 روز متوقف شده، اما دو طرف در حال آماده باش به سر میبرند. منابع محلی میگویند خانواده هایی که از منطقه آواره شده بودند هنوز به خانه هایشان برنگشتند، زیرا نگرانی ها از آغاز دوباره جنگ همچنان وجود دارد. این در حالی است که در نتیجه درگیری های 5 روز گذشته در استان پکتیا و خوست دست کم 5 غیر نظامی و 3 جنگجوی طالبان کشته و 12 غیر نظامی و 8 جنگجوی طالب زخمی شدند. در پی این درگیری ها ده ها خانواده از مناطق خود آواره شده و چندین باب خانه، مدرسه و 1 محراب مسجد تخریب شده است. گروه طالبان تا کنون در مورد این درگیری چیزی نگفته است، اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در 1 نشست خبری گفته که پاکستان برای دفاع از خاک و حاکمیت ملی خود در برابر هر نوع تهدیدات خطر آفرینی آماده است. وی افزوده که طالبان باید در برابر گروه‌های خطر آفرین که از خاک افغانستان امنیت پاکستان را تهدید می‌کنند اقدام کند. پاکستان پیش از این هم بارها این را اتهام مطرح نموده که خاک افغانستان تحت حاکمیت طالبان علیه پاکستان استفاده می شود. اما وزارت دفاع طالبان این ادعا را رد کرده و مدعی شده که برعکس جنگجویان شاخه خراسان گروه سنی های تندروی داعش از خاک پاکستان علیه افغانستان استفاده می کنند. اشرف تابش، کارشناس مسائل اجتماعی از اسلام آباد، برای توضیح بیشتر در رابطه با این رخداد همراه ما هستند. آقای تابش، سلام و عرض ادب. دلیل درگیری های به وجود آمده در مرز افغانستان و پاکستان چی و آیا امکان توقف آن وجود داره و یا همچنان ادامه خواهد داشت؟ بفرمایید. موضوع مسئله درگیری های مرزی میان افغانستان و پاکستان یک موضوع نسبتا مغلق و پیچیده است و این یک موضوع تاریخی است، به دلیل از اینکه میان افغانستان و میان پاکستان تقریبا یک قرن قبل یک خطی کشیده شده که به عبارت افغانی ها از آن افغانستانی ها از آن بنام خط فرضی یاد می کند، اما پاکستانی ها آن را به عنوان یک مرز رسمی می شناسند و از طرف همواره از طرف دولت های افغانستان و جامعه افغانستان ادعای مرز رسمی بودن زیر سوال قرار گرفته و بر این اساس بحث ناامنی و بحث درگیری های مرزی یا نزاهای مرزی میان افغانستان و پاکستان خلاف آنچه است که در دیگر مرزهای افغانستان رخ می دهد و این یک موضوع تاریخی است و این یک موضوع است که هنوز میان در کشور به حل باقی مانده و سرسیات بسیار بالای برخوردار است که خرازگاهی باعث آن می شود که میان دو طرف درگیری های هم صورت بگیرند. خب دلایل شد این است که افغانستانی ها ادعا دارند که مثلا این یک خط فرضی است، یک مرز رسمی میان دو کشور نیست، اما پاکستانی ها در سوی دیگر ادعا دارند که یک مرز رسمی است و این قسمتا کارهایی که افغانستان حالا ادعا دارند که در نهایت از ماست یا حق ماست، این مربوط پاکستان است و این نزاعها زیر همین دعواهای حقوقی که بیان دو کشور حل مانده کماکان ادامه دارد و به این زودی ها هم ختم نخواهد شد و از طرف دلایل فرعی‌تر و جزئی‌تر هم میتوانیم زیر مجموعه این بحث مطرح کنیم که به عنوان مثال میشود گفت که نیروهای مرزی حکومت فعلی افغانستان هم خیلی با قواعد مرزی و قواعد عمومی بین الملل و مرزهای رسمی و حداقل مرزهایی که هنوز هم مورد منازعه و دعواست خیلی بلدیت و آشنایی ندارند و از طرفی این خطی فرضی حالا به قول افغانستانی ها و به قول پاکستانی ها مرز رسمی دارند، میان دو کشور به فاصله بسیار بزرگی وجود دارد که روزانه ده ها مورد تبادلات تجارتی و حتی عبور و مرور افراد میان دو کشور و بعضی کالاهای به حساب قاچاقی و حتی همین گروه های تندروی که شما در گزارشتان اشاره کردین از همین کانال ها و از همین مرز ها بیان این طرف رفت و آمد دارن که در نهایت همه اینها باعث میشه که درگیری کماکان و
زمان یوخ بده و زمان هم فروکش کنه و به همین گونه متاسفانه ادامه داشته باشد. تا زمانی که موضوع این خط میان دو کشور به صورت دائمی و به صورت حقوقی و قانونی حل فصل نشود و تکلیف این سرزمین و این خط به صورت حقوقی و طبق قواعد بین الملل حل فصل نشود و برسمیت مرزی و مرز و عرض دو کشور برسمیت شناخته نشود، این جنجال کماکان متاسفانه ادامه دارد. بله، با سپاس فراوان از اشرف تابش، کارشناس مسائل اجتماعی از اسلام آباد و توضیحاتی که ارائه دادند.